با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، ودا ایلکا هستم با یکی دیگه از برنامه های کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، و این برنامه رو همراه با همکارم آرش یزدان خدمتون ارائه میدیم. خدمتون عرض کنم که برنامه امروز ما در رابطه با جنایت جمهوری اسلامی که در دهه 60 و به خصوص تابستان سال 1367 کردن و خیلی از جوانها و کلن زندانیان سیاسی و عقیدتی رو در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام کردن، کسانی که حتی خیلی از عزیزان حکماشون در واقع روزهای آخر یا ماهای آخر حکمشون بوده و بدون هیچ دلیلی اعدامشون کردن، و اتفاقی که اون سال افتاد در واقع جنایت و قتل عامی بود که تمام دنیا از این موضوع، از این اتفاق تاریخی اطلاع دارن، و بیشتر در رابطه با این موضوع کلن خانواده های اعدام شدگان و خانواده های زندانیان سیاسی و مردم عادی که به این موضوع و به این مسئله و به این جنایتی که اتفاق افتاده فکر کردن و برایشون مهم بوده افشاگری کردن و تمام دنیا این موضوع رو میدونن. ولی ما در رابطه با این مسئله و این برنامه‌مون امروز خانم رویا قیاسی رو داریم که ایشون فعال حقوق بشر، فعال سیاسی و از خانواده اعدامی در دهه 60 هستن که در خدمتتون هستیم و برنامه رو با ایشون شروع می‌کنیم. خانم رویا قیاسی، با سلام و خوش آمد به شما به برنامه ما. من هم سلام می‌رسم به شما و تمامی دستگیرکاران و درود می‌فرستم به تمام کسانی که با عشقشون زندگی ولی مقابل دشمنان آزادی سر تعظیم فرود نیاوردن و نگفتند به دشمنان آزادی و انسانیت و ایستاده مردند و به جاودانه ها پیوستند. درود میفرستم به تمام کسانی که سیاهچال‌های جمهوری اسلامی رو با سربلندی پشت سر گذاشتن و بیرون اومدن، و درود میفرستم به تمام کسانی که همین اکنون در زندان‌های این رژیم و سیاهچال‌های این رژیم اسیر هستند ولی باز پرچم مقاومت رو برافراشته نگه داشتن و به جمهوری اسلامی رژیم جنایت و ظلم و ستم نمیگن. بله، متشکرم، مرسی. من سوال اولم رو اینطور شروع میکنم که چرا در سال 1367 جمهوری اسلامی به شکل خیلی وسیعی زندانیان سیاسی یا کلن زندانیان رو اعدام کردن و این اعدام ها چه نقشی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی داشته؟ سوال رو با چرا شروع میکنیم؟ چراهایی که بسیار زیاد هستن در دوران حکومت جمهوری اسلامی، چراهای بی جواب، چراهایی که از کوچکترین مسائل شروع میشه و به بزرگترین مسائل میرسه، از اینکه چرا دستگیر میشن، جرم نامشخصه، چگونگی شیوه محاکمه، چگونگی برخورد با خانواده ها و و و هزاران چرای دیگه‌ای که رژیم هنوز به اونها پاسخی نداده. و اما اینکه چرا در دهه 60 به این وسعت رژیم اعدام کرد، باید یه مسئله رو اول روشن کنیم به اعتقاد من، که جنایت، چه کسی مرتکب جنایت میشه و چه رژیم هایی مرتکب جنایت میشن. رژیم های دیکتاتوری برای بقای خودشون، برای تثبیت خودشون راهی جز کشتار ندارن، چرا که اگر نخوان کشتار کنن باید به مطالبات مردم پاسخ بدن، باید رفاه، آسایش و امنیت اجتماعی رو برای مردم فراهم کنن، و این چیزی نیست که حکومت های دیکتاتوری بخوان، و به همین دلیله که دست به کشتار میزنن. حالا اگر بخوایم برگردیم به اینکه چرا در دهه 60 و سال 67 علل خصوص این همه وسعت داشت کشتارها، باید به شرایط و شرایط زمانی اون زمان برگردیم، موضوع احوال سیاسی و منطقه‌ای و تاریخی اون زمان. در اون زمان مرگ خمینی قریب الوقوع بود
یعنی این رو باید همه میدونستن که بیماره و به زودی خواهد مرد. رژیم جنگی رو شروع کرده بود، 8 سال جنگ، کشتار و خانمان سوختن مردم، از دست دادن جوانهاشون، و الان به جایی رسیده بود که میدونست در جنگ هم شکست خواهد خورد. یعنی این هم قریب الوقوع بود که شکست در جنگ. بنابراین باید رژیم کاری میکرد که بتونه این بحران رو پشت سر بگذاره، بحران نبود خمینی و بحران بعد از جنگ رو. چه موانعی سر تثبیت این رژیم بود؟ زندانیان سیاسی، زندانیانی که از مبارزان بودند، کسانی بودند که در برانداختن و سرنگونی رژیم دیکتاتوری شاه نقش مهمی داشتند، فعال بودند، انسان‌های تحصیل کرده، آگاه و مبارز بودند. و خب جمع وسیعی از اینها هم توی زندان‌ها بودند. رژیم باید چی کار می‌کرد؟ اگر اینها آزاد می‌شدند، دو مشکل اساسی برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کردند. یکی این که بالقوه نیرویی بودند برای سازماندهی مردم در راه مبارزه و تلاش و سازماندهی برای مطالبات به حق این مردم، و این چیزی بود که رژیم نمیخواست. دومین نکته ای که رژیم روی اون تاکید داشت و میخواست پنهان نگرش داره، کشتاری بود که در این سالها، یعنی از دهه 60 و یا قبل از اون، از سال 57 و تا سال 67، جنایت ها و فجایعی که رژیم در زندان های خودش در این سیاهچال ها بر این ملت روا کرده بود، بر این جمع عظیم مبارزان سیاسی که در زندان ها بودند. بنابراین این هم مشکلی بود. دو مشکل اساسی به غیر از جنگ و نبود خمینی پیش رو داشتن. جنگ رو به این شکل که امام اون جام زهر رو نوشید رو، و به این شکل جنگ رو به پایان رسوندن. اما مطالبات مردم بعد از جنگ مسئله عمده ای بود، و این با وجود زندانیان سیاسی خواه نخواه رژیم رو به لرزه می انداخت. بنابراین باید این زندانیان رو از بین می برد، و برای همین هم دست به کشتار این زندانیان زد که مبادا اینها پاشون به بیرون بیاد برسه و مطالبات مردم رو سازماندهی کنن و خواسته های مردم رو مطرح کنن و در راه این سازماندهی با مردم همراه و همگام بشه، و یکی اینکه جنایت هاشو پنهان کنه. بنابراین راهی براش باقی نمیموند جز اینکه اینها رو بکشه. و خب علتش هم که وسیع بود، چون تعداد زیادی رو در زندان ها نگه داشته بود. اینها رو باید به یه شکلی از بین می برده. به چه شکل؟ به چه شکلی که این خبر به بیرون درج پیدا نکنه؟ چون اگر این خبر به بیرون می رسید با این وسعت، باز هم مشکلی می شد برای این رژیم و پایه های این حکومت رو به لرزه در می آورده. کشتار سال 67 کشتار تازه‌ای نبوده، به همین شیوه سالهای قبل انجام داده بودند، ولی الان رژیم در یک محدودیت زمانی مشخصی به سر می برد و باید این کار رو خیلی سریع انجام می داد. انجام سریع این جنایت یعنی اینکه کشتن 200 نفر در یک شب، و فکر کنین تحویل این اجساد به خانواده های اونها، کشتار 700 نفر در یک شب و یا در یک هفته، تحویل این اجساد به خانواده های اونها، باز هم پایه های این حکومت رو به لرزه در می آورد. بنابراین باید این کار در خفا انجام می شد، باید سریع انجام می شد و باید پنهانی انجام می شد. و این چند نکته هست که کشتار رژیم رو در سال 67 متمایز می کنه از کشتارهایی که از سال 60 شروع کرده بود و تا سال 63 به همین شکل ادامه داشت. سال 63 قدری فروکش کرد و تا سال 67 به همین شکل باقی موند. سال 67 این بحران دامن رژیم رو گرفت و به همین دلیل دست به کشتار فجیع و بیرحمانه زندانیان سیاسی زد. این رو هم فراموش نکنیم که
برای این کشته ها رژیم جوابی نداشته، چرا که زندانی در زندانه، نه تظاهرات کرده، نه اعتصابی رو سازمان داده، نه اسلحه‌ای به دست گرفته. پس حتی اگر برای ظاهرسازی هم که باشه، این رژیم باید جوابی برای اعمال خودش می‌داشت، برای این کشتار می‌داشت، و برای همینه پنهانی و سریع باید این کار انجام می‌شد که صداش در نیاد، کسی مطلع نشه، و به همین شکل هم خوب انجام دادن. همون اعدام‌های 2-3 دقیقه‌ای که در سال 60 اتفاق می‌افتاد دوباره برپا کردند و اینها رو به جوخه‌های اعدام سپردند و از بین بردند. و البته خب لکه ننگی بر تاریخ خودشون گذاشتند و دستشون رو به خون این زندانیان سیاسی آغشته کردند. این از اینکه چرا این به این شکل وسیع اتفاق افتاد. چون زمان محدود بود، باید رژیم اینا رو در عرض کوتاه مدت از بین می برد. و اما اینکه چه اثری روی سیاست موضوع سیاسی این رژیم داره. رژیم با این حرکت، با این کشتار، مرگ سیاسی خودش رو رقم زد. مرگ سیاسی یک رژیم خواه نخواه، دیر یا زود، مرگ واقعی اون رژیم رو هم رقم میزنه. شما اگر نگاه کنین زمانی که مردم مرگ سیاسی رژیم شاهنشاهی رو دیدن و به وقوع پیوست، دیگه صحبت‌های این که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، کاری میکنم که بهتر باشه، فایده‌ای نداشته و هیچ کدوم از این حرفا نتونست اثری بگذاره، چرا که مرگ سیاسی این رژیم اتفاق افتاده بود. مرگ سیاسی جمهوری اسلامی هم در اون دهه، در اون سال 67 اتفاق افتاد. اینکه رژیم سرنگون نشد فقط و فقط به این دلیله که اینها پنهانکاری کردند، اینها حتی اجساد رو پنهان کردند، یعنی تمام تلاش انجام شد که این جنایت پنهان بمونه. گویا اینکه پنهان نماند و باز هم سر و صداش به بیرون اومد، حتی در خارج از کشور تظاهرات انجام شد برای کشتار این زندانیان سیاسی. و اینکه چرا دنیای غرب و مطبوعات غرب و یا رسانه‌های غربی حتی این کشتار رو علنی نمی‌کنن، گسترش نمیدن، رواج نمیدن، یعنی مطرح نمی‌کنن توی جامعه، تا اون حد رسید. ولی اینکه پایه‌های رژیم و ستون رژیم رو بلرزونه و نابودش کنه، در اون مقطع زمانی اتفاق نیفتاد، ولی اتفاق خواهد افتاد و به زودی هم خواهد افتاد. بله، مرسی. کاملا طبیعی هستش که این جنایت به این بزرگی، کشتار و قتل عام، هیچ وقت در واقع اینطوری نیستش که کسی ازش متوجه نشه و این موضوع باز نشه و این تاریخ و جامعه و دنیای موضوع رو ندونه. چرا؟ چون که همیشه مردم اومدن و افشاگری کردن در رابطه با این مسئله، چون مسئله جان خیلی از انسان‌ها بوده، جان عزیزان و کسایی که در واقع اگر زندگی می‌کردن و زنده بودن، در واقع میشد خیلی تأثیر بهتری در واقع توی بهتر شدن اون جامعه و به هر حال ایران و موقعیتی که اون موقع داشتن در واقع داشته باشه. ولی یه مسئله که الان ما بیشتر داریم بهش دقت میکنیم و سال به سال به همین شکل داره جمهوری اسلامی پیش میبره، مسئله همون اعدامه. به قول صحبت شما دقیقا جمهوری اسلامی با همین اعدام، شکنجه و زندان کردن انسانها چکار کرده؟ مستقر شده و در واقع تونسته خوب به قدرت رو بگیره و خوب بمونه. ولی موضوع این که مبارزه مردم همیشه ادامه داشت، کماکان که الان هم ما میبینیم. ولی در حال حاضر وقتی ما نگاه به ایران و جامعه ایران و مخصوصا در واقع مسئله اعدام و زندان ها میکنیم، اینه که این اعدام ها خوب همینطور ادامه داره و جدیدن به هر حال تمام مدیا اجتماعی اومده که روزی شاید 20-25 نفر حتی اعدام شدن، روزی 10 نفر 5 نفر به هر حال همیشه تو این مدت کوتاه اعدام شدن. ولی موضوعی که سوال من در واقع از این مسئله اینه که اعدام هایی که تو دهه 60 شده و به خصوص تابستان سال 1367
با اعدام هایی که اخیرا جمهوری اسلامی داره میکنه در رابطه با زندانیان سیاسی و عقیدتی، این نقطه اشتراکشون، نقطه مشترکشون چیه؟ این دوتا اعدام هایی که تو دهه های مختلف داره انجام میشه. در واقع به اعتقاد من باید گفت که کاملا یکی هستند، هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی نمیشه گفت این نکته مشترک رو دارن. اگر ما برگردیم دونه به دونه پروسه کشتار از زمانی که جمهوری اسلامی رو سر کار اومده رو تا الان نگاه کنیم، دقیقا همونها رو ما روز به روز و سال به سال در جمهوری اسلامی شاهد هستیم. یعنی نکات اشتراک بسیار زیاد هستن، بسیار زیاد هستن. تنها تفاوتش در سال 67 و دهه 60 فقط میزانش هسته که اگر الان 20 نفر اعدام میکنن، 30 نفر اعدام میکنن، اون موقع 200 نفر اعدام کردن. ولی بیاین با هم یه نگاهی بندازیم به شیوه و پروسه این اعدام ها. مثلا در نظر بگیرین که اتهاماتی که به زندانیان سیاسی زده میشه، همون موقع اتهامات چی بوده؟ شرکت در تظاهرات، شرکت در اعتصابات. زندانی رو، مردم رو میگرفتن، میبردن، شکنجه میکردن، در سلول انفرادی قرار میدادن. برگردیم نگاه کنیم الان رو، سال 88 چه اتفاقی افتاد؟ در تظاهرات مردم رو گرفتن، بردن، شکنجه کردن، اصلا ناپدید شدن مردم، تجاوز کردن. یعنی این پروسه دقیقا در اون زمان، در اون دهه اتفاق افتاد، الان هم داره اتفاق میفته. به غیر از سال 88 همین اخیرا داریم میبینیم اعتصابات صنفی کارگران، تظاهراتی که کارگران برای مطالبات صنفی خودشون دارن. با چی روبرو میشه؟ با شلاق روبرو میشه، با زندان روبرو میشه. فعالین مدنی دستگیر میشن، به زندان میفتن. نگاه کنین اون زمان چیکار میکردن؟ از شغل شما رو بیرون میکردن و محرومیت مادام العمری میدادن. شاید این قسمت در اون دهه به اندازه الان که راجبش صحبت میشه و محرومیت شغلی رو الان در جامعه ما میبینیم، که البته و خیلی هم خوبه، باعث خوشحالیه که مدیای جدید و امکانات اینترنتی این امکانات رو فراهم آورده که چیزی پنهان نمیمونه از دید مردم، و همینطور فعالانی که در ایران دارن کار میکنن. محرومیت شغلی، مثلا من خودم جزو کسانی بودم که اون زمان محرومیت شغلی مادام العمری گرفتم، که در رابطه با فرهنگ و ادبیات و کودکان و نوجوانان هیچ گونه کاری نمیتونم داشته باشم. الان میبینیم که وکیلا، کسانی که دارن مبارزه میکنن، اینها رو هم محرومیت شغلی مادام العمری بهشون میدن، یا مثلا 10 ساله، 20 ساله. نکته های دیگری رو که اگر برگردیم به باز به دهه 60 نگاه کنیم، شکنجه ها در همون موقع اتفاق میافتاد، الان اتفاق میافته. محرومیت از وکیل، شما اون موقع وکیل نداشتین، الان هم میبینیم که ندارین. بو این که تلویحاً و یا فرمالیته میگن که اینا وکیل دارن، ولی مثلا پرونده به دست وکیل نمیرسه، یا اگر برسه بخشی از پرونده دزدیده شده. وکیل پرونده رو میبینه، با موکل خودش نمیتونه صحبت بکنه، راجع به پرونده نمیتونه صحبت بکنه، و در نهایتا اعدام زندانی بدون خبر وکیل و یا بدون خبر خانواده. همون زمان اتفاق افتاد، 88 اتفاق افتاد، الان هم داره اتفاق میفته. برگردیم به این مسئله ای که عدم آشنا، یعنی تفهیم جرم به زندانی. اون موقع ما نمی‌دونستیم چرا دستگیر میشیم، یعنی زندانی ها نمی‌دونستن چرا دستگیر شدن، به چه جرمی دستگیر شدن و مجازات این جرم چیه. الان هم شما رو میگیرن میندازن توی زندان، توی سلول انفرادی، مدت ها توی سلول انفرادی میمانید و نمیدانید که چرا و علت چیست. و اینها چیزهای، اینها رفتار و کردار رژیم هست که سالیان سال به این روش ادامه داده.
شما مثلا اگر ما برگردیم مسئله وکیل رو مطرح بکنیم، برمیگردیم به این که اون زمان مثلا من صحبت‌های لاجوردی رو به یادآوری میکنم و میدونم که خب همه عزیزانم که این برنامه رو نگاه میکنن شنیدن، برمیگشت میگفت که خوشبختانه، دقت کنین، خوشبختانه وکیلی نیست که از اینها حمایت بکنه، چرا که به کار اینها اعتقادی نداره، بنابراین وکیلی هم حاضر نیست که از اینها وکالت اینها رو به عهده بگیره. و یا مثلا خلخالی میگفت ما اعدام میکنیم، اگر گناهکار باشه میره جهنم، به سزای اعمالش رسیده، و اگر بیگناه باشه میره بهشت. ببینید تفسیر و توضیح حق و حقوق یک شهروند در جمهوری اسلامی از پایه، از ابتدا که میگن بهار آزادیش بود، چگونه معنی میشد، و خب این الان هم ادامه داره. زنداری معلوم نیست جرمش چیه، و یا پرونده سازی میکنن اونو به جرمی متهم میکنن و راهی زندان میکنن و بعد اعدام میکنن. برگردیم نگاه کنیم جاسوس بودن، اتهاماتی که میدن جاسوس بودن در دهه 60، شما رو به عنوان اینکه شما جاسوس هستید، خدا نشناسید میگرفتن، یعنی در واقع شما رو یا به جرم اینکه بیدین بودید میگرفتن، و یا به جرم اینکه مثلا دین داشتید ولی بهایی بودید، یعنی نوع دین را هم اونها باید تعیین کنن. همون زمان اتفاق میافتاد، الان هم داره اتفاق میفته. برگردیم به این که مثلا زندانی هایی رو، الان شما بهاییان رو نگاه بکنین، ظلمی که در حق بهاییان اعمال میشه در اون سالها، اول سالهای فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اوائل انقلاب بود، 57 بهاییان رو گرفتن، زندانی کردن و خیلی سریع اعدام کردن. حتی کسی رو که به آنها خانه اجاره داده بود رو هم محکوم کردن به زندان. الان شما نگاه کنین چه بر سر بهایی ها میارن، از شغل بیکار هستن، اجازه این شغل رو ندارن، اجازه اون شغل رو ندارن. بهاییان الان در زندان به سر میبرن. مثلا از یک خانواده، هم مرد اون خانواده، هم پدر خانواده، هم مادر خانواده رو دستگیر کردن و توی زندان هستن. تکلیف بچه های این خانواده ها چی میشه؟ اینها مسائلی است که نکات مشترک اعدام ها و پروسه دهه 60، سال 67 و بعد از اون تا همین الان در رژیم ادامه داره. یکی از موضوعات دیگه، مثلا زمانی که زندانی ها رو اعدام می کردن، از زندانی ها، از خانواده به اصطلاح زندانی، برای تیرهایی که به زندانی زده بودن و باعث مرگ او شده بودن، از خانوادهش پول می گرفتند. من برای اینکه اشتباه نکنم اجازه بدین این رو از روی نگاهی بیاندازم. در سال 1393، یعنی زیادم دور نیست، دو سال پیش، اشخاصی را به نام عبدالجمالزهی و حمید جمالزهی، فرزند جهانگیر جمالزهی، رو در منطقه زندان چابهار به اعدام محکوم میکنند. دو برادر رو با تنابه دار اعدام میکنند. از تحویل جسد به خانواده اینها خودداری میکنند و از خانواده تقاضای 11 میلیون تومان پول میکنند برای تحویل جسد به خانواده، یعنی برای هر نفر 5.5 میلیون تومان پول برای اعدام عزیزانشون. این دهه 60، این اون زمان که برای تیری که به زندانی ها زده بودند پول می گرفتن. وقاحت رو آدم نمیدونه چجوری در این رژیم نشون بده. حالا این دو نفر رو به جرم مواد مخدر دستگیر کرده بودن و سراشون بالای دار رفته. ببینیم الان چه اخاذی هایی میشه، چه پول هایی که دزدیده میشه، چه اتفاقاتی در این دولت میفته، ولی هیچ کدوم از اونها سرشون بالای دار نمیره.
دو نفر، دو فرزند، دو برادر رو اعدام میکنن و از خانوادهش 11 میلیون پول تقاضا میکنن برای که اینا رو با طناب اعدام کردن. این یک نمونه دیگرش هست. شما برگردین به مثلا همین اخیراً مرداد 95، مرداد همین امسال، حمله به زندان رجایی شهر و کشوندن زندانی های امنیتی سنی مذهب که حکم اعدام رو داشتن با دستبند، چشمبند، پابند به سلول های انفرادی و برای بردن به جوخه های اعدام. 20 نفر از اینها رو یه جا اعدام کردن، همون اعدام هایی که در سال در دهه 60 اتفاق می افتاد که میله هایی می زدن و اینها رو به صورت گروهی اعدام می کردند. همون اتفاق می افتاد، 20 نفر 20 نفر بالای دار می برن. زندانی فرصت دفاع از خودش رو پیدا نمی کنه. در همون زمان اتفاق می افتاد، الان هم اتفاق می افتاد. وعده و وعیدهایی که به زندانی میدهند و اونو مجبور میکنن که اعتراف بکنه به جرم نکرده، انسان ها میشکنند، تحمل فشار روحی و روانی که این جلادان به زندان ها به زندانی ها میارن واقعا مشکل هست و شکنجه های جسمی رو هم شما در نظر بگیریم. اینها رو وادار میکنن که به جرم نکرده اعتراف کنن با وعده و وعیدی که شما این رو اعتراف کنی ما تخفیف میدیم در جرمت، اعدامت نمی کنیم. و به محضی که زندانی اعتراف کرد همون میشه سند و به دلیل همون اعتراف زندانی رو بالای دار میبرن. برگردیم به دهه 60 و سال 67، رژیم حتی به توابین خودش هم رحم نکرد، توابینی که همگونه در خدمت رژیم در اومده بودن، زندانیان دیگر رو لو می دادن، هر کاری که زندانی ها در زندان می کردن رو به زندانبان گزارش می دادن. و حالا بعضی ها در اثر واقعا نمی خواهیم یک طرفه قضاوت کنیم، واقعا تحمل شکنجه ها مشکل بود، بعضی ها واقعا شکسته بودند و از روی ناچاری دیگه هر انسانی تحملی داره خورد شدن و تن دادن به کارهایی که مطمئنن قبول نداشتن و بعضی ها که اصلا کلن در خدمت رژیم در اومدن. ولی وقاحت رژیم رو شما نگاه بکنین، حتی در مقابل کسانی که تواب شده بودند، انزجار داده بودند از راهی که رفته بودند، از گروهی که باهاش داشتن کار میکردن، ولی خواسته های رژیم و شکست یک انسان، نفس انسانی در این رژیم پایانی نداره. از زندانی خواسته های دیگری رو میخواستن. شما انزجار میدی؟ باید نماز بخونی. نماز میخونی؟ باید بری به میدون تیر. به میدون تیر میری جنازه ها رو جمع کنی، این بار باید شلیک کنی به زندانیان، به کسانی که تا دیروز رفیقت بودن، اون کار را هم میکنی. ولی بعد خود اینها رو هم دوباره میبرن به جوخه‌های اعدام و اعدام میکنن. چرا؟ سند جنایت اینها، هر کدومشون سند جنایت هایی هستن که رژیم انجام داده. تشابهات رو شما نگاه بکنین و وقتی که ما میگیم که نکات مشترک رو پیدا کنیم، تمامی اینها نکات مشترکی هستن که در اون زمان اتفاق میفتاد، 88 اتفاق افتاد، همین الان داره اتفاق میفته. نکته دیگه رو که من فکر میکنم حائز اهمیته و باید بهش توجه کنیم، اعدام کودکان زیر 18 ساله. خانم قیاسی، معذرت میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، ما فقط یک دقیقه وقت داریم، اگر ممکنه یه مقدار کوتاه‌تر بشه ممنون میشم. میبخشید من به قول معروف مسائل اینقدر زیاد دادم فرصت نمی کنم. بله حتما ما برنامه دیگه هم حتما میگم خدمتتون که داشتید. و اعدام کودکان همین الان در رژیم جمهوری اسلامی و با این طرفه که مثلا اینا رو نگه میداره 18 سالشون که شد 18 سال قمری، دوباره اونا رو هم اعدام میکنه و نکته های مشترک بسیار است. معذرت میخوام که من پرحرفی کردم. خواهش میکنم. جنایت ها به قدری زیاد است که بله کاملا متوجه هستم. خیلی ممنون، مرسی. ما حتما اگه خودتون اجازه بدین تو دفعات بعد حتما در خدمتتون باشیم،
با برنامه دیگه در رابطه با دهه 60 و اتفاقایی که افتاده، مخصوصا که شما خودتونم از خانواده اعدام شده هستید در دهه 60 و به هر حال کاری که دارید میکنید، فعالیتی که دارید میکنید، طبیعتا خیلی اطلاعات میتونید به ما بدید و به بینندگان عزیز. من متاسفم که به خاطر وقت کوتاه برنامه ما، من متاسفم که باید قطع بکنیم برنامه رو به اتمام برسونیم. به هر حال خیلی متشکرم. متاسفم که کشتارها به قدری زیاد هستن که بله. حتی اگر بخوایم کوتاه هم صحبت کنیم باز زیاد میشه. ممنون از شما و ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادین که با بینندگان شما و دوستان شما و دوستان من و هموطن خودم صحبت کنم و گوشه ای از این جنایت ها رو بشکافم، به امید روزی که از این رژیم سرنگون باشه و آزادی، عدالت و برابری در جامعه ما برقرار باشه. ممنون از شما. خواهش میکنم. خیلی متشکرم، مرسی که به برنامه ما اومدید و مرسی برای همه اطلاعات واضح و روشنتون. خیلی ممنون و شبتون بخیر. شب بخیر. بله بینندگان عزیز، مصاحبه با خانم رویا قیاسی داشتیم که ایشون فعال حقوق بشر و فعال سیاسی و از خانواده اعدامی بودن که اطلاعات خیلی خوبی در اختیار ما گذاشتن و اختیار شما. به هر حال خیلی متشکر، ممنون، متاسفانه به خاطر وقت برنامه، ولی اینکه ما حتما برنامه های آتی داریم در رابطه با مسئله جنایت و کشتار دهه 60. مرسی که همراه بودید با این برنامه و شبتون خوش. Thank you.